راجب سرمربی تیم، بحثایی که مطرح هست راجب اسراماچونی، حتی به هر حال من دیدم که وریام قبلا راجب این اظهار نظر کرده بود، وریا غفوری. بله. این روی تمرکز بازیکن‌ها تأثیری نمیذاره؟ اونجا هم این بحثا انجام میشه؟ اصلا وضعیت سرمربی الان بعد از قصه اسراماچونی، چون اعلام شده بود که آیه نامجو مطلق فقط در لیگ قهرمانان خواهد بود به صورت موقت، چه جوریه؟ آیا اطلاع جدیدی دارید شما به عنوان مدیر رسانه این که اینجا اعلام بکنید؟ خدمت شما عرض بکنم که دو روز قبل از اعزام تیم به قطر، بنده این افتخار نصیبم شد که مدیر رسانه تیم باشم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا. از اتفاقاتی که پیش از اعزام افتاد در خصوص آقای اسراماچونی، بنده همونقدر که رسانه‌ها مطالب رو منتشر میکردن اطلاع دارم، ولی اینجا که بودیم باشگاه رسما اطلاعی داد و اعلام کرد به خاطر قوانینی که وجود داره نمیتونن کار آقای اسراماچونی رو، مذاکرات و امضای قرارداد رو تکمیل بکنن. منم مثل بقیه خبردار شدم، ولی الان جناب آقای مجید نامجو مطلق که سرمربی تیم، مثلا انصافا دارن با کادرشون واقعا برای تیم زحمت میکشن. خب باشگاه اعلام کرده آقای اسراماچونی فعلا نمیتونن برگردن، ولی آقای نامجو مطلق واقعا دارن زحمت میکشن. تیم از نظر روحی من واقعا صادقانه عرض میکنم خدمتتون جناب آقای یوسفی، درسته اطراف تیم به خصوص در تهران حرف و حدیث و حاشیه زیاد بوده در هفته گذشته، در خصوص بحث آقای اسراماچونی که مطالبه اصلی هواداران استقلال بود، در خصوص سایر مسائل، ولی واقعا باور کنید اوضاع در تیم بسیار خوب و آرومه. خوب. و خوشبختانه این حواشی که بوده در تهران مطرح شده، دور و بر تیم و باشگاه بوده، بحث سرمربی بوده، بحث مطالبات هوادارا بوده، واقعا حداقل اثر رو اینجا در تیم داشته و تمرینات ما بسیار بسیار خوبه. از فوتبال و از بغل پا زدن بازیکن‌ها میشه فهمید که واقعا سر حال و با روحیان تیم خیلی با نشاط داره تمرین میکنه. کادر فنی آقای عبداللهی به عنوان مدیر تیم واقعا خوب تیم جمع و جور شده و خیلی خیلی امیدوارم، چون واقعا تیم با روحیه است، با نشاط و اثری از حاشیه و خدا نکرده مشکلات دیگه اینجا نیست. خدا رو شکر به عنوان یکی از نمایندگان خوب کشورمون که پر هوادارم هست، خیلی نگران هم استقلالیم، هم پرسپولیس، سپاهان و حتی شهرخودرو. البته شهرخودرو نتایجش یه مقدار سخت شده، ولی آرزو میکنیم که استقلال هم گامهای بعدی رو محکم برداره و انشالله در پایان این دور، یک شنبه چهارشنبه شب آینده، استقلال هم جز تیمهای صعود کننده از اون گروه باشه و راهشو ادامه بده. من عرضی ندارم، اگه صحبتی هست بفرمایید، در پایان در خدمتتون باشیم. ممنونم از شما. من فقط یه نکته رو عرض بکنم، حالا بازی که برگزار نشد مقابل الوحده، ولی ما رفتیم کنفرانس خبری، آقای نامجو مطلق که خودش بازیکن این تیم بوده سالها، یه نکته جالبی رو گفت در کنفرانس. گفت استقلال همیشه به قدرت و شهرت خوبی در آسیا مشهور بوده، همیشه گفتن استقلال جز بزرگان آسیاست، دو قهرمانی داره، 4 بار فینال بازی کرده، پرافتخارترین جزو پرافتخارترین تیم‌های آسیاست و واقعا ما الان تمام تلاشمون هم اینه، با وجود اینکه الان برخی بازیکن‌ها دیر اضافه شدن، ولی الان که شرایط تیم بسیار خوبه، همه سعی و تلاش تیم اینه که بر اساس اون قدرت و بر اساس اون شهرتی که هم از استقلال سراغ دارن در لیگ قهرمانان بازی بکنه و بتونه اون چیزی که رضایت خاطر هوادارا هست رو جلب کنه. آیه زرندی، حسن استفاده رو بکنیم. آیه مقانی اینجا رو تک نکرده، پیش ماست، دوست داشت یه سوالی هم بپرسه. سوال آیه مقانی هم بشنوید و بعد شما رو من سلام عرض می‌کنم خدمت خدا آقای مقانی، در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای زرندی عزیز. خواهش می‌کنم. یه سوالی دارم از حضورتون، اگر که با پرداخت بدهی شفر پنجره‌های نقل و انتقالات استقلال باز بشه، از چه مرحله‌ای می‌تونید بازیکن‌های جدیدتون رو به خدمت بگیرید در لیگ قهرمانان آسیا؟ اساساً امکانش هست؟ والا خدمتتون عرض بکنم که اینکه بشه بازیکن اضافه کرد یا نه، من واقعا نمیدونم حالا به این بازی که ما یک شنبه شب و چهار شنبه شب داریم این زمان برسه یا خیر، امیدوارم برسه، ولی بر اساس قوانین هر کسی که اون پنجره باز میشه باشگاه میتونه قراردادهای خودش رو ثبت بکنه. ما در لیگ برتر هم که فکر کنم تا هفته 4 و 5 لیگ حداقل زمان نقل و انتقالات ادامه داشته باشه، یعنی میشه تا اون زمان اگر ان شاء الله پنجره باز بشه نفرات رو اضافه کرد. در رابطه با آسیا هم نمیدونم فرصت کافی هست یا نه، لیست اولیه که دکی تغییراتی داشت و امیدوارم که تا موقع پنجره استقلال باز بشه و باشگاه بتونه از نفرات جدیدش هم استفاده کنه. باز بعد این موضوع رو با فدراسیون فوتبال یک به قول معروف چک نهایی بکنیم، تایید اونا رو هم بگیریم، ولی فکر میکنم در هر مرحله میشه تعداد اندکی تغییر داشت. و الان میتونید از داروش شجاعیان استفاده کنید دیگه؟ داریوش شجاعیان رسما خود کنفدراسیون فوتبال آسیا آیدی کارت ایشون رو برای ما ایمیل کرده، ما پرینت رنگی گرفتیم و الان آیدی کارتش آماده است و مشکلی هم نداره.
متشکرم. خیلی ممنون. سلامت باشیم. آقای زرندی عزیز، برای تیم استقلال هم مثل سه نماینده دیگه‌مون آرزوی موفقیت می‌کنیم.